برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان خوب و تماشایان خردمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه هفتم آگست سال 2012 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه می‌کنید که هر هفته از سه منظر خبری، آموزشی و تحلیلی به دنیای پول و سرمایه نگاه می‌کنه. از منظر خبری تلاش می‌کنه که از حوادث و اتفاقاتی که بر زندگی امروز و فردا یا حال و آینده شما اثر می‌گذاره خبر بده و با شما مطرح کنه. از زاویه آموزشی تلاشش بر این هست که اصول علمی پسنداز و قواعد تحقیقاتی سرمایه گذاری رو بهش خیره بشه و شما را در جریان این مسائل قرار بده، و بالاخره از منظر تحلیلی هم تلاش میکند که به مخفیگاه‌های سود و زیان سرک بکشه تا پیشاپیش به شما اطلاع بده که کجاها احتمال سود و موفقیت هست و در کجا ضرر و زیان کمین کرده تا بهش نزدیک نشید. و مثل همیشه هم یادآوری میکنیم که تمامی مطالب آن از هر سه منظر محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. قبل از اینکه برنامه امشب رو شروع کنیم، یک یادآوری میکنم که هفته آینده که میشود 14 آگست ما برنامه زنده خواهیم داشت مثل هر هفته، مثل امشب، و بعد به مدت 2 هفته تعطیل خواهیم بود، مرخصی میگیریم، یه تمدد اعصابی داشته باشیم. بنابراین در روزهای 21 و 28 آگست برنامه زنده نخواهیم داشت. از برنامه های گذشته 2 برنامه را انتخاب میکنیم و تکرارش میکنیم، براتون پخش میکنیم. و مثل همیشه هم از شما دوستان عزیز خواهش میکنیم، چنانچه از میان برنامه های گذشته برنامه ای هست که یا موفق به دیدارش نشدید یا از وسطاش دیدید یا به هر دلیلی مایلید که باز همون برنامه رو نگاه کنید، لطفاً تا هفته آینده با ما خبر بدید که بتونیم تصمیم بگیریم کدام برنامه ها را برای اون 2 هفته‌ای که در تعطیلات خواهیم بود اونها رو پخش کنیم. برنامه امشب رو مثل همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع می‌کنیم. در بخش دوم برنامه ادامه صحبت‌های هفته پیش هست، تحت عنوان از پشت پنجره های گفتگو، که همونطور که هفته پیش خدمتون عرض کردیم تلاش بر این هست که تمام اون دلنگرانی ها و دلمشغولی هایی که اکثریت شما ها دارید و اینها رو به انهای مختلف با ما مطرح کردید، تا اونجا که بشه به نکات خیلی خیلی مهمش که بیشتر مورد سوال همه بوده به اونها بپردازیم و راجع به اونها صحبت کنیم. و در بخش پایانی برنامه کلام آخر هم اگر فرصتی دست داد راجع به پاره ای از پورتفولیوهای دفتر نبض بازارهای مالی باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این طول و تفصیل اجازه میخوام بریم سراغ بخش اول برنامه امشب. هفته پیش اگه خاطرتون باشه مطالب با این شروع کردیم که گفتیم این هفته هفته بسیار بسیار پرخبری خواهد بود به خاطر 3 اتفاق مهم در هفته گذشته.
یکی موضوع پایان جلسه بانک مرکزی آمریکا بود که خیلی ها در انتظار این بودن که آقای برنانکه دور تازه ای از سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ یا تساهل کمی رو در عرصه پولی مطرح کنه. روز پنجشنبه قرار بود بانک مرکزی اروپا به دنبال صحبت هایی که رئیس بانک مرکزی اروپا قبلا کرده بود که وعده داده بود هر کاری از دستشون ساخته باشه انجام خواهند داد تا اوضاع اروپا رو درست کنن و از ورشکستگی بانک ها و کشورها در واقع همگی با هم جلوگیری بکنند. و سومیش هم که روز جمعه بود که آمار مربوط به اشتغال یا ایمپلویمنت در ماه جولای از طرف وزارت کار منتشر میشد. دو مورد اولی که سر صحبت کردیم ارزیابی داشتیم که هر دو تاش درست از آب در اومد. راجع به بانک مرکزی آمریکا گفتیم احتمال اینکه در این جلسه سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ مطرح بشه بسیار بسیار ناچیزه، همینطور هم شد و همونطور که ملاحظه فرمودید بانک مرکزی آمریکا فعلا تصمیم نداره و تصمیمی نگرفت، اعلام نکرد که قرار هست یه دور تازه از کوانتیتیتیو ایزینگ رو بیاره. روز پنجشنبه هم بر اساس همون ارزیابی که داشتیم که ارزیابیمون این بود که تا زمانی که موافقت آلمان را نداشته باشند بقیه کشورهای اروپایی حوزه پولی یورو موفق نمیشن سیاستایی رو که میخوان از پیش ببرند و چون آلمان موافقتی نکرده بود امیدوار نبودیم روز پنجشنبه خبر خوبی از این بابت منتشر بشه که متاسفانه همینطور هم شد و با لجاجت آلمان نتونست بانک مرکزی اروپا وعده هایی رو که اون وقت داده بود عملی بکنه. منتهای مراتب به مجردی که ناامید شدن از وضعیت اروپا، چون این روزها همه دنیا نگران تحولات اقتصادی توی اروپا هستند، به مجرد اون تاثیر منفیش رو مجددا روی بازار گذاشت. هم بازار سهام شروع کرد پایین رفتن و هم بهره ای را که بانک ها و دولت ها تو اروپا برای وام گرفتن باید میدادن مجددا شروع کرد بالا رفتن و از مرز 7% مرز 7% بهره اگه بخوان بدن جای خیلی مهمی است، چون از 7% به بالا این کشورها قادر به پرداخت بدهی هاشون نیستند. اگه بخوان اونقدر بهره بدن، حتی بعضی از کشورها بدهی هاشون اینقدر بالاست که اگه بره بالای 7% بهره بدهی هاشون هم نمیتونن بدن، چه برسه به اصل بدهی ها. رو همین اساس بعد از اینکه ناامید شدن اوضاع بازار خراب شد، ولی سریعا روز جمعه آدمی به اسم ارکی لکنن خودش هم عضو بانک مرکزی فنلاند هست و هم عضو بانک مرکزی اروپا ECB هست، چون دیدن اوضاع داره از هم میپاشه مجددا اولا دو تا کار کردن. کار اولی که کردن که معمولا این اتفاقات در به صورت پابلیک و علنی اتفاق نمیفته که اعضای حوزه پولی یورو یا بانک‌های مرکزی واسن از هم دیگه انتقاد کنن. اینها جلو صحنه و جلو همه شروع کردن از آلمان به خاطر عدم همکاریش در واقع انتقاد کردن. و ثانیاً این که همینشون که اسمشو گفتیم آقای ارکی لکنن اعلام کردند که ما در حال تهیه مقدمات و بررسی اوضاع هستیم، به مجردی که مقدمات و تدارکات کاری که میخواییم بکنیم تمام بشه آماده دست زدن به هر اقدامی که لازم باشه هستیم. و تاکید کردند که بانک مرکزی اروپا یا ECB European Central Bank آماده هست همیشه همه وقت و در همه حال که از یورو دفاع کنه و اجازه نمیده که یورو ضربه بخوره یا از بین بره. و اعلام کردن که داستان یورو ایرورسیبل یا برگشت ناپذیره. با همین وعده هایی که ایشون دادن مجددا بازار دلگرم شد و همونطور که شاهد بودید روز جمعه بازار شروع کرد بالا رفتن، دیروز هم همینطور، امروز هم همینطور. و در نتیجه الان به خاطر امیدهایی که به اروپا بسته شده اوضاع احوال بازار خوب است. آنجلا مرکل نخست وزیر آلمان هم ظاهراً، علتی که میگم ظاهراً چون اینها دم به دم حرفاشون و اظهار نظرهایی که میکنن رو تغییر میدن و عوض میکنن، ولی ظاهراً یه صحبتی کرده که به نحوی موافقت خودشا با اقداماتی که قرار از طرف بانک مرکزی اروپا صورت بگیره اعلام کرده. بنابراین به طور ضمنی شاید فعلاً موافقت آلمان رو هم دارن و فعلاً خوشبختانه اوضاع از این بابت خوب است و جای نگرانی نیست در سطح عمومی و کلی عرض میکنم. بعد میرسیم به داستان کار که روز جمعه قرار بود آمارش اعلام بشه. روز جمعه وزارت کار آمریکا
اعلام کرد که در ماه جولای 163 هزار تا کار جدید ایجاد شده. خبر خیلی خیلی خوبی بود، چون چند ماه بود که آمار مربوط به کار که منتشر می شد همه نگران کننده و مایوس کننده بودند و بازار هم انتظار داشت در بهترین حالت فقط 100 هزار تا کار جدید تو ماه جولای ایجاد شده باشه، ولی عملا با اطلاعاتی که وزارت کار منتشر کرد دیدیم که 163 هزار تا کار جدید ایجاد شده. در آمریکا همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردیم، هر ماه باید حداقل 150 هزار تا کار جدید ایجاد بشه تا نیروی تازه‌ای که وارد بازار کار میشه، حالا آدم‌ها که یا درسشون تموم شده یا کسانی که میخوان دوباره بیزنسی چیزی برن وارد بازار کار میشن، باید حداقل 150 هزار تا کار هر ماه درست بشه تا جماعتی که تازه دنبال کار میگردن بتونن کار پیدا کنن. اگر بیشتر از 150 هزار تا بشه، اون وقت آدم‌هایی که قبلا بیکار شده بودن ذره ذره میتونن برگردن سر کار، که به این ترتیب 13 هزار تا بیشتر از حد لازمی که برای افراد تازه‌ای که وارد بازار میشن کار ایجاد شده. منتهای مراتب چیزی که شاید برای بعضی‌ها جای سوال باشه این است که چرا با همچین آمار خوبی خود وزارت کار اعلام کرد که درصد بیکاری که تو ماه قبلش 8.2% بود بالا رفته و به 8.3% رسیده. در تنها دلیلی که میتونم براش حدس بزنم این هست که موقعی که افراد بیکار میشن، تا زمانی که دارن بیمه بیکاری میگیرن جزو بیکارها محسوب میشن، و بعد اگر نشون ندن که دائما دنبال کار دارن میگردن، حتی اگرم بیکار باشن بیکار محسوب نمیشن، که این اطلاعات ها از طریق پر کردن اپلیکیشن و رزومه فرستادن و غیر و ذلک وزارت کار در واقع دنبال میکنه. احیانا شاید به خاطر این باشه که افرادی که مدت ها بوده دنبال کار نمیگشتن دوباره شروع کردن دنبال کار گشتن و چون کار پیدا نکردن بنابراین اینها هم رفتن جزء بیکارها و در نتیجه درصد بیکاری افزایش پیدا کرده. این برای به اصطلاح اون اطلاعات عمومی که راجع به وضعیت اشتغال میدن، که همیشه در اطلاعاتی که وزارت کار آمریکا لیبر دیپارتمنت منتشر میکنه یه ستونی داره به اسم U3 این درصد رو از اونجا میگیره. یه ستون دیگری دارن بهش U6 میگن، که زیر اون ستون دیگه به اصطلاح تلاششون بر این هست که هر کسی که به هر دلیلی بیکار هست و نتونسته کار پیدا کنه رو بیکار حساب کنن. به اون تعبیر وزارت کار مدعی است که الان درصد بیکاری در آمریکا 15% هست، ولی با این همه اقتصاددانان بخش خصوصی به شیوه ای که آمار کار و اشتغال رو بررسی میکنن، این همون شیوه است که همه دنیا ازش استفاده میکنه و در آمریکا هم آخرین بارهایی که از این داستان استفاده شد این روش درست تا زمان ریاست جمهوری آقای کارتر بود توی آمریکا. بعد از اون شروع میکنن با این آمار بازی کردن و دستکاری کردن و آمار غیر واقعی میدن بیرون. آمار واقعی بیکاری که از طرف بخش خصوصی منتشر شده مدعی است که در حال حاضر درصد بیکاری در آمریکا 22.9% یا تقریبا میشه گفت 23% از جامعه بیکار هستند. به خاطر همین وضعیت بد اقتصادی و بیکاری، وزارت کشاورزی آمریکا Agriculture Department هفته گذشته اعلام کرد که در حال حاضر تو آمریکا 46,500,000 نفر 46 میلیون نفر و 500 هزار نفر به صورت فردی اگه نگاه بکنیم دارن از کوپن غذا فود استمپس استفاده میکنن، و اگر این کوپن های غذا و فود استمپس نبود طبیعتا اینها افرادی بودن که هوملس میشدن و میافتادن کف خیابون. اگر به صورت هاوس هولد یا خانواده نگاه بکنیم، تعداد هاوس هولد ها یا خانوار هایی که دارن از فود استمپ استفاده میکنن مطابق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در حال حاضر 22,300,000 نفر هستند. در این حال فعلا مطابق همین آمار نزدیک به شاید 9 میلیون، به طور دقیق 8,753,935 نفر هم دچار از کار افتادگی یا دیسیبلیتی هستند تو آمریکا، که مجبور هستند به نحوی از کمک های دولتی استفاده بکنند. یه خبر این هفته منتشر شد راجع به کمپانی MF Global که خاطرتون باشه چندین ماه پیش کارش به بانکراپسی کشید و بعد روشن شد که در اون زمینه کلاهبرداری های زیادی کرده بودند و پول کلاینت ها و کاستمر های خودشون هم به مبلغ خیلی خیلی زیادی بالا کشیده بودند.
منتهای مراتب هیچ اتفاقی برای مسئولین این کمپانی نیفتاد و رئیس این کمپانی که کرزاین باشه سر و کارش به دادگاه و محاکم قضایی کشیده نشد. این هفته علتش روشن شد چرا اینطوری بوده. دلیلش هم این است که آقای کرزاین موکل یا کلاینت آقای اریک هولدر بودند، همین کسی که الان وزیر دادگستری آمریکاست و حتی در زمینه‌هایی که احتیاج به وکیل داشتن ایشون هم باز از همون دفتر وکالتی که اریک هولدر براشون کار می‌کرده وکیل اومده و داره از ایشون دفاع می‌کنه. یک خبر بود راجع به یک شرکت مهم تریدینگ، خرید و فروش به اصطلاح اوراق بهادار یا سکیوریتیز، کمپانی KGC نایت کپیتال گروپ. این یک شرکت بسیار بسیار بزرگ و مهم تریدینگ هست که خیلی از بروکرج هاوس های به اصطلاح بهشون میگن دیسکانت بروکرج هاوس، مثل ای ترید مثلا یا امری ترید، کمپانی های این شکلی تریدشون رو این کمپانی انجام میده. یعنی خرید و فروش هایی که شما مثلا رو کامپیوتر میزنید یه چیزی میخواید بخرید یا بفروشید، حسابتون با ای ترید یا با امری ترید یا کمپانی های این شکلی هست، به طور واقعی اون خرید و فروش ها را همین KGC براشون انجام میده. به هر حال روز پنجشنبه بود که اینها اعلام کردند که در 45 دقیقه اولی که بازار باز میشه به خاطر نقصی که در سافتوری بوده که روی کامپیوترهاشون گذاشته بودن، در همون 45 دقیقه اول 440 میلیون دلار این شرکت ضرر میکنه. اشکالی که گویا تو سافر کامپیوترشون این بوده که میاد قیمت‌های خرید و فروش رو با هم عوضی میگیره. دیدید که موقع میخواد مثلا استاک بخرید یه بیت داره یه اس داره که اون کسی که میخواد بفروشه همیشه میخواد گرونتر بفروشه، کسی هم که میخواد بخره ارزونتر میخواد بخره، این دوتا قیمت با هم اختلاف داره. کامپیوتر مربوطه اشتباهی که میکنه این است که میاد گرون میخره ارزون میفروشه و تا اینها خواستن متوجه بشن چه اتفاقی افتاده 440 میلیون دلار ضرر میکنن که در واقع هر چی درآمد تو کوارتر دوم داشتن که 289 میلیون دلار رونیوی این کمپانی بوده در کوارتر دوم همه برباد میره، مقادیر بیشتری از اون هم چون 440 میلیون دلار ضرر کردن از اون زاویه در واقع بدهکار میشن. بعد نیست بدونید که این خرید و فروش هایی که توی بازار سهام صورت میگیره اکثریتش 84% فقط از طریق کامپیوتر صورت میگیره و فقط 16% هست که افراد آدم های زنده اونجا خرید و فروش میکنن. کمپانی های خیلی خیلی بزرگ، پنشن پلن ها، هج فاند ها و کمپانی های بزرگ سرمایه‌داری معمولا کاراشون رو با برنامه هایی که به کامپیوتر دادن انجام میکنن. یعنی اونجا یک دستورالعملی براشون میذارن برای کمپانی های مختلف که اگر مثلا قیمت سهام فلان کمپانی به اینجا رسید شروع میکنن به خریدن، عدد میذارن، اگر به فلان عدد رسید شروع میکنن به فروختن. این است که میبینید روزهایی که بازار پایین میره یهو میبینید بدون با یه خبر خیلی کوچیک یه دفعه مثلا داو جونز 3400 واحد میره پایین، علتش به خاطر همین مبادلات و ترید هایی است که از طریق کامپیوتر صورت میگیره، چون کمپانی های بزرگ حجم خرید و فروشی که انجام میدن خیلی خیلی زیاد هست و طبیعتا رفتاری که اونها میکنن و تصمیمی که میگیرن رو کل بازار تأثیر میذاره. اگر اونها شروع کنن به خریدن بازار یهو جهش گنده میکنه، اگر شروع کنن به فروختن بازار به طرف با شدت خیلی زیادی به طرف سرازیری میره. در واقع یه خبر راجع به کالیفرنیا داریم که قبلا گفتیم تا به حال 4 تا شهرش اعلام بانکراپسی و ورشکستگی کردن. حالا در همین اول کار خود بودجه ایالت کالیفرنیا دچار اشکال شده. دلیلش هم این است که انجمن ایالتی یا استیت اسمبلی که بودجه را تعیین می‌کنند یه بودجه 91.3 میلیارد دلار برای امسال برای کالیفرنیا در نظر می‌گیرند. منتها امیدوار بودن نوعی که این بودجه را نوشتن و تصویب کردن که بتونن 1.9 بیلیون یا میلیارد دلار را از طریق مالیاتی به دست میارن روی افرادی که اینسایدرها و همینطور کسانی از کمپانی فیسبوک که استاک آپشن داشتن که توی این تصور که اینها سهام خودشون رو میفروشن اونا که استاک آپشن داشتن به همین طریق و با مالیاتی که از اینها میگیرن انتظار داشتن 1.9 میلیارد دلار در واقع پول از اینجا به دست بیارن. فرضشون هم بر این بوده که این افراد میان سهام فیسبوک خودشون رو در مقابل هر شیر یا هر سهمی 35 دلار میفروشن. منتها فیسبوک همونطور که ملاحظه کردید الان چند ماهه حوالی 20 21 دلار دست و پا میزنه و به نتیجه اون درآمدی رو که ایالت کالیفرنیا انتظار داشته از طریق مالیات نمیتونه به دست بیاره.
اگه دقت کنید به آمار، گفتیم کل بودجه 91.3 میلیارد دلار بوده، نزدیک 2 میلیارد دلارش رو خواستن از طریق مالیات روی فروش سهام فیسبوک به دست بیارن، یا به عبارت دیگه برای هر 100 دلاری که خرج قرار بوده بکنن طوری برنامه ریزی کردن که 2 دلارش ها فقط قرار بوده از طریق مالیاتی که از فروش سهام کمپانی فیسبوک به دست میارن به اصطلاح دستشون برسه، که همچین چیزی نشد و الان خود بودجه در ایالت کالیفرنیا مجددا دچار اشکال شده. یه خبر داریم راجع به وضعیت فعالیت های صنعتی یا مانیفکتچرینگ در دنیا، چون مهمترین بخش اقتصاد هر کشوری همین بخش صنعتیشه در واقع، و تا اون راه نیفته و رونق خوبی پیدا نکنه بقیه قسمت‌های اقتصاد هم اونطور که باید و شاید راه نمی‌افتن. اول هر ماه که میشه کشورهای مختلف تو دنیا شروع میکنن آمار مربوط به بخش صنعتی یا مانیفکتچرینگ خودشون را منتشر میکنن. توی اونجا اعدادی که میاد بیرون شاخص‌هایی هست که این شاخص‌ها 50 مرزشه، اگر بالاتر از 50 باشه این شاخصی که راجع به مانیفکتچرینگ منتشر میشه نشون میده که مانیفکتچرینگ تو اون کشور معین در حال رشد هست و داره رونق پیدا میکنه، هر چه بره بالای 50 بهتره. اگر بره زیر 50 مبین این هست که بخش صنعتی یا مانیفکتچرینگ تو این کشورها داره افت پیدا میکنه، کانترکت میشه و در واقع منقبض میشه و کاهش پیدا میکنه. الان آماری که اول ماه اومده بیرون برای ماه آگست نشون میده اکثر کشورهای دنیا این شاخص رفته زیر 50، یا به عبارتی دیگه تقریبا اکثر کشورهای دنیا از بابت فعالیت‌های صنعتیشون دچار رکود اقتصادی شدن یا رکود فعالیت‌های صنعتی شدن. کشورهایی که دچار این اشکال هستن تو دنیا با آماری که منتشر شده عبارت است از کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور، ویتنام، چین، استرالیا و آمریکا. یه خبرم داریم راجع به اوضاع نابسامان بانک ها. همیشه باید وضعیت بانک ها رو به دقت دنبال کنید، چون اقتصاد اگر بخواد راه بیفته و بخواد رونق پیدا کنه اولین جایی که بهره مند میشه همین بانک ها هستن، چون فعالیت های اقتصادی، وام دادن، وام گرفتن و سرمایه گذاری ها همه از طریق بانک ها صورت میگیره. در این زمینه هم بانک های دنیا یکی بعد از دیگری هفته ای که گذشت آمار و اطلاعات مایوس کننده ای منتشر کردن، از جمله مثلا UBS Union Bank of Switzerland، یکی از بانک‌های خیلی معروف دنیاست، اول اعلام کرده که این بانک 350 میلیون دلار فقط ضرر کردن به خاطر سهام فیسبوک. یعنی این جماعت هم با همه اطلاعاتی که دارن و کارشناسانی که داشتن متوجه نبودند که نباید فیسبوک رو در اون قیمت‌ها خرید، رفتن خریدن و 350 میلیون دلار ضرر کردن. در این زمینه خوشبختانه ما فرسنگ ها از UBS جلوتر بودیم، برای اینکه در برنامه های رادیویی خودمون نبض بازارهای مالی ضمن یک بررسی مفصل و توضیح همه جانبه راجع به کمپانی فیسبوک مدعی شدیم که اون قیمتی که برای IPO گذاشتند قیمتی است غیر منطقی و به هیچ وجه نزدیک این قیمت نشید و صبر بکنید، اگر روزی خواستید سراغ فیسبوک برید که قیمتش به حد معقول و منطقی برسه، که همینطور هم شد و خوشبختانه دوستان رادیو هیچ کس در این زمینه هیچ گونه ضرری نکرد با اطلاعاتی که داشتن، ولی دیگرانی که به دنبال فیسبوک رفتن این روزا فقط دارن ضررهای خودشون رو شمارش میکنن. به هر حال UBS غیر از اون ضرری که روی فیسبوک کرده در کوارتر دوم سودش 58% رفته پایین و درآمد عملیاتیش آپریتینگ اینکامش هم که قبلا 2.9 میلیارد دلار بوده اومده پایین، رسیده به 1.7 میلیارد دلار یا 1.2 میلیارد دلار در این زمینه کم داشتن و ضرر کردن و درآمدشون پایین اومده. دویچه بانک، بانک معروف آلبانی که بزرگترین بانک اروپا هم هست، اونا هم گزارش دادن که سودشون در کوارتر دوم 46% رفته پایین و دیویژن یا دایره بخش سرمایه گذاریشون هم سودی که داشتن از 1320 میلیون دلار اومده پایین، رسیده به 440 میلیون دلار، یا به عبارت دیگه سود بخش سرمایه گذاریشون تقریبا میشه گفت 2/3 کاهش پیدا کرده. این وضعیت گریبانگیر بانک فرانسوی سوسیته جنرال هم شده. سوسیته جنرال دومین بانک بزرگ فرانسه است. اونها هم اعلام کردن که سود خالصشون یا نت پروفیتی که داشتن از 920 میلیون دلار اومده پایین و به 533 میلیون
دلار رسیده که با این ترتیب می‌بینید که تقریباً همه بانک‌های معروف و بزرگ دنیا یکی بعد از دیگری یا دارن ضرر میدن یا سودشون به مقدار خیلی زیادی در واقع کاهش پیدا کرده و همین است که مخصوصا بیشترش گریبانگیر بانک‌های اروپایی شده الان که همه را نگران کرده که اگر این بانک‌ها دولت به دادشون نرسه و سعی نکنن با تزریق پول به سیستم اینها را سر پا نگه دارن یکی بعد از دیگری بانکراپت میشن و به دنبال اون خطر این هست که یورو از صحنه خارج بشه و گرفتاری هایی که ایجاد میکنه. این که میبینید این روزها اروپا اینقدر هات شده و اینقدر مهم شده و همه جا دارن راجع بهش صحبت میکنن، یکی از دلایلش هم همین وضعیت هست. اینها مهمترین خبرهایی بودن که از زاویه پسنداز سرمایه گذاری و برنامه ریزی میتونستیم باهاتون مطرح کنیم. مهمترین خبرهای هفته گذشته بودن. در مورد برنامه‌های تلویزیونیمون هم همونطور که باهاتون مطرح کردیم و آشنا هستید، این برنامه سه‌شنبه شب‌ها 8 تا 9 شب به طور زنده پخش میشه، بعد در دو روز مختلف در هفته در دو ساعت متفاوت تکرار میشه. یکی روزهای چهارشنبه هست، مثل فردا ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر این برنامه بازپخش خواهیم داشت. یکی هم روزهای یک شنبه هست، ساعت 10 تا 11 صبح مجدداً این برنامه تکرار میشه. بنابراین اگر در ساعت پخش زنده برنامه موفق به دیدار برنامه نشدید، میتونید در روزها و ساعتهایی که گفتم این برنامه را تکرارشو ببینید. و گذشته از همه اینها، متصدیان و گردانندگان سایت ایرانیان فاینانشال تایمز که آدرس اینترنتیشون رو روی صفحه تلویزیون میبینید، هم سپانسر و حامی این برنامه هستن. آدرس اینترنتیشون هست iranianft.com که برنامه های نبض بازارهای مالی را تمام و کمال هم روی سایتشون میذارن هم روی فیسبوکشون میذارن. و خب طبیعیست که دیگه در اونجا احتیاج به این که حتما ساعت معین مشخص و روز معینی بخواید این برنامه را نگاه کنید نیست، و در وقت آزاد خودتون هر وقت براتون میسر و مهیا باشه میتونید با سر زدن به فیسبوک یا سایت iranianft.com این برنامه ها را ببینید. مضاف بر اینها، برنامه های نبض بازارهای مالی روی یوتیوب هم قرار میگیره، اونجا هم میتونید این برنامه ها رو ببینید. و همینطور خود تلویزیون تایم تی وی هم یک آرکایو یا آرشیوی درست کرده که این برنامه ها رو اونجا جا میده و نگه میداره و با مراجعه به آرشیو یا آرکایو تایم تی وی هم قادر به مشاهده این برنامه ها خواهید بود. یک بار دیگه یادآوری میکنم خدمت عزیزتون که برای دو هفته هفته آینده مجدداً برنامه زنده خواهیم داشت 14 آگست، ولی دو هفته بعدش 21 و 28 آگست این برنامه تعطیل خواهد بود. از برنامه های گذشته دو تا از برنامه های دیگر را انتخاب میکنیم که در اون دوران براتون پخش بشه. و همین دلیل ازتون خواهش میکنیم اگر برنامه هایی از گذشته هست که مایل به دیدار مجددش هستید، حتما توی این هفته به ما خبر بدید تا برای بازپخش اون برنامه ها در دو هفته ای که ما در مرخصی هستیم از اونها استفاده کنیم. خبر و نکته و مطلب دیگری نبود که اینجا بخوایم باهاتون مطرح کنیم، بنابراین میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش پنجره های کوچک منظره های بزرگ، با مطلبی تحت عنوان از پشت پنجره های گفتگو. راجع به اینکه چرا این اسمو برای این قسمت انتخاب کردیم، هفته گذشته توضیح مبسوط خدمتتون دادیم. به طور خیلی خلاصه این هست که در خلال ماهای گذشته ضمن صحبت هایی که با دوستان عزیز کردیم، چه کسانی که زحمت کشیدن به دفتر ما اومدن، چه دوستانی که با تلفن یا ایمیل با هم در تماس بودیم، یه سری موضوعاتی بوده و دلمشغولی هایی بوده که جامعه را به خودش و افراد و خانواده ها را به خودش مشغول کرده. و ما سعی کردیم که از میان همه صحبت هایی که میشنویم، درد دل هایی که میکنن، گرفتاری هایی که مطرح میکنن، سوال هایی که دارن، اون بخش از سوال ها و گرفتاری هایی را که وسط اکثریت مردمی که با ما در تماس هستن به اصطلاح مشترک هست، اونها را انتخاب کنیم و راجع به اونها صحبت کنیم.
هفته پیش در همین زمینه مقدمه‌ای گفتیم که الان به خاطر این وضعیت چند سال گذشته مردم واقعا دچار یه نوع سرگردانی شدن. سرگردانیشون هم این است که میبینن دست به هر کاری میزنن، بعد از یه مدتی دردسری براشون درست میشه و به جای اینکه اوضاع زندگیشون رو بهتر کنه خرابتر هم میکنه، که نمونه های اخیرش رو در چند سال گذشته بخوایم مثال بزنیم، یکی وضعیتی بود که برای بازار سهام در سال 2000 پیش اومد که ضربه خیلی خیلی بدی بازار سهام خورد، به طوری که الان بعد از گذشت 12 سال میبینیم همون شاخص نزدک که در واقع بیشتری گرفتاری ها مال بازار تکنولوژی بود، هنوز که هنوز هست 40% بعد از گذشت 12 سال زیر جایی است که در سال 2000 بوده. معلوم هم نیست چند سال دیگه طول خواهد کشید تا بتونه برگرده جای اولیه خودش. مورد بعدی که به اصطلاح مثال میزنن از این گرفتاری هایی که در سر براشون درست کرده، همین وضعیتی بود که برای بازار مستغلات، ملک و املاک و ریال استیت پیش اومد و ضربه ای که با ترکیدن حباب ریال استیت از سال 2006 به بعد مردم خوردن. بعد هم اینها یه طرف، از طرف دیگه هم همونطور که همه شاهد هستن هر روز از این طرف و اون طرف اخباری میاد، اطلاعاتی میاد، این بانک کلاهبرداری کرده، اون یکی بانک به مردم دروغ گفته، فلان شرکت پول مردم رو بالا کشیده و و و و در واقع یک محیط و فضای کاملا بدبینانه و نگران کننده در واقع برای مردم درست شده که در این از یه طرف میبینن که اوضاع خرابه، باید یه فکری بکنن، دست به یه کاری بزنن، از طرف دیگه نگاه میکنن دست به کارهایی که زدن چجوری دوچار درد سرشون کرده و ضرر براشون به بار آورده، از طرف دیگه هم اعتمادشون رو به کل این سیستم به درستی هم به نظر من در واقع از دست دادن و در نتیجه نمیدونن واقعا با چه کار کنن، سردرگم و حیران و سردرگم و نگران هستن که با چه کار کنن بالاخره تو این وضعیت. مسئله ای که هست، همه دلنگرانی هاتون کاملا درست هست، به جای خودش هست، همه اشاراتی که کردید راجع به ضررها و وضعیت بدی که پیش اومد کاملا درسته، منتهی مراتب اوضاع احوال دنیا طوری پیش میره که به حالات و روحیات و خلقیات بنده و شما بازار و اقتصاد نگاه نمیکنه، کار خودش را میکنه، مطابق وضعیتی که داره حرکت میکنه، اوضاع را خراب میکنه، بهتر میکنه، خرابتر میکنه و همین وضعیتی که مثلا شاهدش هستید. علت اصلی که این وضعیت برای خیلی ها پیش اومده این است که دو تا مسئله رو به نظر من رعایت نکردن و بهش توجه نکردن، که یه قسمت عمدش به نظر من واقعا برمیگرده به همون وضعیتی که بین سال 95 تا 2000 مخصوصا، البته از سال 82 شروع شد، ولی قسمت عمده ای که اکثریت مردم به طرف بازار سهام رفتن و شروع کردن تو بازار سهام سرمایه گذاری کردن به خاطر رشد عجیب و غریب و غیر منطقی بود که بازار تکنولوژی و شاخص نزدک پیدا کرده بود. بعد مطلبی که بهش توجه نشده این هست که اگر سال 82 تا 2000 میبینید یک نفس بازار سهام شروع میکنه بالا رفتن و بهتر شدن، به طوری که بعضی از سالها بود در طی یه سال یه دفعه میدید یه شاخص دو برابر میشد و کار به جایی رسیده بود که به نظر من تو اون سالهای 95, 96, 97, 98 و 99 هر آدمی، هر بچه 5 ساله اگر صفحه وال استریت جورنال رو باز میکرد، بخش کمپانی های تکنولوژی رو میآورد، مخصوصا دات کاما رو هر کدومش دست میذاشت، شانسی و تصادفی و سهامش رو میخرید، به احتمال خیلی خیلی زیاد حتما توش سود میکرد. منتها علت این سوداوری تو اون سالها به خاطر نبوغ و اطلاعاتی که مردم داشتن نبوده، شرایط مهیا بوده، شرایط هم به این دلیل مهیا بوده که سیاستی که دولت تو این سالها دنبال میکرده سیاستی بوده که کردیت و وام و اعتبار را خیلی خیلی راحت و با گشاده دستی در اختیار مردم میذاشته، پول پخش میکرده توی اقتصاد و توی جامعه و موقعی که خب طبیعتاً پول زیاد بشه و پخش بشه توی سیستم، قیمت همه چیز و از جمله مثلا سهام، استاک و چیزای دیگه شروع میکنه بالا رفتن. از سال 2000 به این طرف و مخصوصاً دیگه در سالهای اخیر، اون سرچشمه ای که در واقع این زمینهای اقتصادی را آب میداده، سیراب میکرده و باعث نشو و نمای اینها میشده در واقع خشکیده. یعنی الان دیگه مثل گذشته کردیت ارزون وجود نداره، بانک هایی که مثلا سال 2002-2003 به هر آدمی که فقط نفس میکشید، نه کار داشت، نه زندگی داشت، نه درآمد داشت، 800,000-900,000 یه میلیون به راحتی وام میداد، الان میبینید که حتی برای کسانی که وضعیت
کردیت سکور خیلی خوبی دارن، کار و زندگی هم دارن، میخوان وام بگیرن، سختگیری میکنن و به راحتی بهشون وام نمیدن و در نتیجه اون لیکویدیتی توی سیستم یا نقدینگی خیلی کمه و نقدینگی هم اگر نباشه هیچ چیز رشد آنچنانی نمیکنه. بنابراین اوضاع و صحنه کاملا با اون سالها و اون دوران عوض شده و اگر کسی میخواد دست به سرمایه‌گذاری یا پسندازی بزنه که در آینده بتونه ازش بهره مند بشه، باید حتما و 100% متوجه این تغییر و این شیفت بزرگی که در اقتصاد و در دنیا پیش اومده باشه. اگر به اینها توجه نکنه، متاسفانه جز این که دردسر برای خودش درست کنه کار دیگری نمیتونه بکنه. و در ضمن این که الان کل دنیا همینطور که میبینید دچار یه بحران بزرگ اقتصادی است، نمونه هاش دیگه اصلا لازم نیست مثال بزنیم، هر رادیویی که گوش کنید، تلویزیونی که نگاه کنید، روزنامه‌ای که ورق بزنید، پر است از گرفتاری هایی که کشورهای مختلف، بانک های مختلف، مؤسسات مختلف دارن. و به نتیجه یکی به خاطر اینکه دیگه اون دوران کردیت گلوگشادی که هر که هر جا میخواست بهش وام میدادن و پول میریختن تو به اصطلاح سیستم و بازار تموم شده، یکی دوم همین وضعیت بحرانی اقتصادی که درست شده، مسئله سرمایه گذاری و مسئله پسنداز به مسئله بسیار بسیار باریک و بغرنج کامپلیکیتدی واقعا تبدیل شده که اگر بدون آشنایی و بدون تحقیق و بدون مطالعه کسی سراغ این داستان بره، حتما تضمین شده ضرر خواهد کرد. اگر میخواد سود ببره، اگر میخواد موفق بشه با توجه به دوران جدید و شرایط کنونی، باید حتما اهل صبر کردن باشه و بتونه چند سالی به خودش فرصت بده و صبر کنه که خیلی آرام آرام با قدم‌های سنجیده و در نظر گرفتن همه اوضاع احوال سرمایه گذاری بکنه، صبر و حوصله هم داشته باشه تا بتونه نتیجه کار خودش رو ببینه. غیر از این هر حرکتی کسی بکنه، همینطور که خودتون دارید میبینید، اگر چه ممکنه 3 ماه، 6 ماه، 7 ماه هم اوضاع بر وفق مراد بچرخه، ولی یهو میبینید که در عرض چند هفته همه اون افزایش و سودی که در فاصله های خیلی طولانی به دست اومده در فواصل خیلی کوتاهی از دست میره. شما شاخص S&P 500 رو نگاه کنید، میبینید از اول ژانویه شروع کرد بالا رفتن تا تقریبا اواخر آوریل، ولی به می که رسیدیم تمام اون چیزی رو که از اول سال تا اون وقت 4 ماهه اول سال به دست آورده بود در ماه می در عرض چند هفته همه رو تمام و کمال از دست داد. توی همچین بازاری با همچین نوساناتی و با همچین تحولات و تلاطماتی هیچ کس نباید انتظار داشته باشه که بتونه مثل سالهای 95-96 مثلا تو بازار سهام پولدار بشه یا مثل سالهای 2003-2004 توی وضعیت ریل استیت بتونه به نون و نوایی برسه. دیگه اون دوران متاسفانه تموم شده. مسئله بعدی که همه ازش گله میکنن که اگر این برنامه ها را کسی از اول در چند سال گذشته به دقت دنبال کرده باشه، قاعدتا باید منتظر همچین وضعیتی میبوده، چون مفصل و به کرات راجع به این مسئله صحبت کردیم و هشدار داده بودیم. اونم مسئله گرونی یا به عبارت دیگه کاهش قدرت خرید پول، پول هر کشوری که درش زندگی میکنید و اینجا بیشتر راجع به آمریکایی صحبت میکنیم که ما درش زندگی میکنیم. همین گرونی باعث شده که خیلی ها، خیلی از خانواده ها رو من میشنوم با هم صحبت میکنیم، میگن از بس اوضاع به صدا مواد غذایی و چیزایی که آدم میخواد بخره باهاش سر و کار داره گرون شده. خیلی از خانواده ها برای من تعریف میکنن که موقعی که میخوان خرید بکنن به چندین فروشگاه مختلف سر میزنن، گوجه فرنگیشون رو از این فروشگاه میخرن، سبزیشو از یکی دیگه میخره، گوشتشو میره یه جای دیگه میخره، نمیدونم نخود لوبیاشو از جای دیگه تهیه میکنه، چون مثلا این یکی از اون یکی ارزونتر است و اینا، تا از کل این داستان میتونن در مجموع مثلا 30-40 دلار در 20 دلار چه میدونم یه مقدار پسنداز یا صرف جویی سیو کنن به قول خودشون. حالا بگذاریم که باقی که باشون صحبت میکنیم این نکته رو بهشون که یادآور میشیم که شما چقدر وقت میذارید از این فروشگاه به اون فروشگاه رفتن و چقدر بنزین مصرف میکنید، آیا میارزه این همه وقت و این همه به اصطلاح انرژی صرف و بنزین صرف بکنید برای اینکه مثلا کلا بتونید در 20 دلار 25 دلار 30 دلار در هر خرید و هر باری که میرید فروشگاه به اصطلاح خرید کنید. به نظر من اگر وقت آدم صرف این چیزها بشه، صرف کارهای دیگه بشه به جای اینکه صرف این کارا بشه، یعنی بشینه یه برنامه‌ریزی درستی داشته باشه، اوضاع احوال رو به دقت بررسی کنه و با توجه به شرایطی که پیش اومده تصمیم گیری کنه،
اون وقت میتونه برای خودش پسندازهای بهتر و صرف جویهای بزرگتری بکنه که دیگه نخواد اینجوری 5 دلار 3 دلار 2 دلار از این فروشگاه به اون فروشگاه 10 دقیقه اینجا رانندگی کنه 20 دقیقه اونجا رانندگی کنه برای خودش چیزی به دست بیاره. در مورد این گرونی هم چیزی است که هر کسی در هر سطحی از زندگی باشه کاملا باهاش مواجه هستید. فرق نمیکنه که شما خریداتون از فروشگاه گلسن میکنید، از هول فود میکنید، آلبرتسون میرید، وانز میرید، هر جا که برید، فقط نمیگم حالا برید با 20 سال پیش هم نه، ولی با 3 سال پیش، 4 سال پیش نگاه کنید، ببینید همون چیزهایی رو که اون سالها به طور مثال همون سبزی و نمیدونم گوشت و غذایی که میخریدید یا چیزهای دیگری که مصرف میکردید، این همونها را اگه الان بخرید، اگر مثلا 3 سال پیش به طور مثال اون مجموعه‌ای که شما انتخاب کرده بودید براتون 60 دلار در می اومده، الان به راحتی می‌بینید شده 90 دلار 93 دلار بعضی وقت 156 دلار، بسیاری داره آدم چی می‌خره چی نمی‌خره و این در واقع خب فشار میاره چون قدرت خرید آدم رو میاره پایین. علتی که این قدرت خرید رفته پایین که به همین دلیل هم بوده که بارها و بارها توی این برنامه خدمتتون عرض کردیم که نگهداری پول نقد بدترین کاری است که میتونید بکنید. چرا که اولا خود بانک مرکزی آمریکا و همه بانک‌های مرکزی دنیا در واقع نه فقط آمریکا رسما و علنا با سیاستی که در مورد اینترست ریت و بهره دارن میخوان کسانی را که پول میخوان پس انداز کنن و نگه دارن تنبیه کنه و مردم را تشویق کنه به خرج کردن تا اقتصاد راه بیفته. موقعی که شما میبینید بهره باند 10 ساله دولتی 1.5% مثلا 1.4% 1.6% بعد تورم تازه با آماری که خود دولت اعلام میکنه 2.2% هست، طبیعی است که حتی برید اونجا هم بخواید پول نگهداری بکنید که دیگه مطمئن ترین و سیف ترین جاست به قول معروف برای نگهداری پول، هیچ کار دیگه هم که اتفاق نیفته دارید همونجا در واقع ضرر میکنید. این پس یکیش به خاطر خود سیاست بانک های مرکزی است که عملا میخوان مردم رو مجبور کنند که کسی به فکر پسنداز نیفته و سعی کنه که حتما خرج کنه تا اقتصاد راه بیفته. دلیل دومش که دلیل اصلی تر و واقعی تر هست این است که پول هایی که بهش این چیزی که بهش میگن پول، بهتره بهشون بگیم اسکناس، اینها پیپر مانی هستن، پول های کاغذی هستن، هیچ نوع پشتوانه واقعی ندارن، هیچ کالایی هیچ جنسی پشت این پول ها در واقع نخوابیده. از سال 1913 تو آمریکا، سالی است که تو آمریکا بانک مرکزی فدرال ریزرو سیستم درست میشه. خود بانک مرکزی آمریکا در مطالبی که منتشر میکنه میگه هر 1 دلار سال 1914 الان فقط 4 سنت میارزه، یا به عبارت دیگه از اون وقت تا به الان دلار آمریکا 96% ارزشش کاهش پیدا کرده و از بین رفته. بیشترین کاهش ارزش دلار و ضربه خوردن و اینکه قدرت خریدش اومده پایین مال سال 1971 هست به بعد. سال 1971 هم به خاطرتون باشه سالی است که نیکسون رئیس جمهور آمریکا رابطه دلار آمریکا با طلا را قطع کرد، یا به عبارت دیگه قبلا طبق قراردادهای بین المللی که در سطح جهانی بسته شده بود قرار بود برای آمریکایی ها نه، ولی برای خارجی هایی که دلار داشتن در مقابل هر 35 دلاری که میدن دولت آمریکا 1 اونس بهشون طلا بده. بعد که اروپا دید آمریکا همینطوری پشت سر هم داره پول چاپ میکنه و مصرفش میکنه و ارزشش میاد پایین، فرانسه و اسپانیا داستاناش هم مفصل در برنامه‌های گذشته براتون توضیح دادیم، شروع کردن دلارها رو دادن و طلا گرفتن و نیکسون یهو متوجه شد که خزانه طلای آمریکا داره خالی میشه، به نتیجه این رابطه رو قطع کرد. از اون سال به بعد از که میبینیم دلار آمریکا هر سال و پشت سر هم داره قدرت خرید خودش رو از دست میده و بی ارزش‌تر میشه، و تازه طبق مطالبی که یه بار تو این برنامه براتون توضیح دادیم اونم با تصمیم نیکسون بود که رفت سراغ عربستان سعودی و ازشون خواست از کشورهای اوپک و مخصوصا عربستان سعودی که از همه مهمتر بود که نفت رو فقط به دلار بفروشن. اگر نتونسته بود توافق عربستان سعودی رو این داستان و کشورهای اوپک رو بگیره الان وضع وحشتناک خراب شده بود و شما باید برای خرید یک همبرگر 100 دلار 150 دلار پول میدادید، برای اینکه قدرت خرید دلار هر روز داره میاد پایین. منتها با این ترفندی که نیکسون به کار برد تونست اون ذخیره ارزی دلار که جنبه ذخیره ارزی جهانی داشت و موقعیتش رو بعد از اینکه رابطه دلار و طلا قطع شد به این رفت را به این ترتیب سرپا نگه داره،
ولی با همه این احوال شدت کاهش قدرت خرید دلار مثلا در سال 1971 یه چیز بیگ مک یه کسی میرفت از مکدونالد میخرید 50 سنت براش میداد، الان قیمت بیگ مک شده 4.33 دلار، یا به عبارت دیگه اگه درصدی بخوایم حساب کنیم 866% میشه گفت که بیگ مک گرون شده، یا با همون از اون طرفی معادله رو نگاه کنیم در واقع ارزش دلار کم شده. علت گرانی این هست و به همین دلیل حالا تازه قسمت دردناکترش هنوز مونده، دقیقا نمیتونم بگم چه سالی این اتفاقات خواهد افتاد، ولی در این که این اتفاق خواهد افتاد سر سوزنی تردید ندارم. بذارید بحران‌های اروپا تموم بشه، بعد نوبت گرفتاری‌های ژاپن است و بعدش مجدداً نوبت دلار آمریکا خواهد شد که در اونجا در بهترین حالت دلار آمریکا 50% از قدرت خرید خودش را حتماً از دست خواهد داد. بنابراین کاری که می‌کنید باید با یک برنامه‌ریزی درست حسابی هر چه زودتر بتونید پول خودتون یا اسکناس خودتون را در واقع به پول واقعی تبدیل کنید. پول واقعی هم یعنی طلا و نقره. این برای جایی که به جایی که پول کش و نقد نگه دارید این کارو بکنید و بعد هم دیگه برای پسنداز و سرمایه گذاری از شیوه های علمی و تحقیقاتی استفاده کنید که بتونید وضعیت خودتون رو در واقع سر و سامانی بدید. البته خب مسلماً تو این پایین اومدن قدرت خرید اسکناس یا پول کشور با کشور فرق میکنه، در بعضی جاها خیلی وضع خراب هست، در بعضی جاهای کمکی نسبت به کشورهای دیگه بهتر است، ولی هر جا رو که نگاه بکنید هیچ کشوری تو دنیا الان پیدا نمی کنید که اون اجناسی رو که 5 سال پیش می خریدن هر قیمتی براش می دادن الان حتما دارن گرونتر می دن. وحشتناکترین نمونهش الان تو ایران هست که می بینید پارسا در عرض 1 سال بیشتر از 50% در واقع ارزش تومان اومده پایین و گرونی بدجوری تو ایران درست شده. این وضعیت در آمریکا هم پیش خواهد اومد و نشینید بعدن که اون اتفاقات افتاد بشینید آه بکشید و افسوس بخورید ای کاش کاری کرده بودم، ای کاش جنبیده بودم، ای کاش به فکر بودم، چون اون وقت خیلی دیره. تا زمان باقی است و تا فرصت وجود داره سعی کنید به اصطلاح یه برنامه‌ای بریزید که دچار این مشکلات و معضلات و گرفتاری‌ها نشید. این صحبت هم اینجا تموم میکنم، بقیه این صحبت رو در هفته آینده دنبال میکنیم و فقط یادآوری میکنم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را برای پسنداز و سرمایه گذاری در همه زمینه ها و در همه کشورهای دنیا مخصوصا در سطح بین المللی که از تخصصهای ویژه دفتر نبض بازارهای مالی است عرضه میکنه. برای آشنایی با این خدمات هم میتونید به سایت ما سر بزنید، parsafinancialmarkets.com که آدرسش رو صفحه تلویزیون میبینید که رو صفحه کل لیست این خدمات را کامل نوشتیم. هم اگر مایل باشید میتونید روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر با تلفن دفتر ما تماس بگیرید، 310-407-5300 310-407-5300. اگرم احیانا موقعی که زنگ زدید، حالا یا ما با کلاینت بودیم یا بعد از ساعت اداری زنگ زدید، مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که شماره تلفن خودتون رو خیلی شمرده و واضح حتی المقدور به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر کنید و مخصوصا متذکر بشید که از چه شهر و ایالتی تماس میگیرید که در تنظیم ساعت برای جواب دادن بهتون بتونیم برنامه‌ریزی درستی بکنیم. نکته و مسئله دیگری تو این قسمت نیست بخوایم سرش حرف بزنیم، 2-3 دقیقه وقت باقی است، میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. پایانی برنامه امشب هستیم، بخش کلام آخر و آخرین کلام. وقت کوتاه است، چند تا نکته رو خیلی سریع بهش اشاره میکنم. نکته اول این که مثل همیشه یادآوری میکنم اگر مایل هستید که به جای هفته یک بار هر روز هفته در جریان مهمترین حوادث مالی و اقتصادی در دنیا باشید، اولا و ثانیا با بهترین چشماندازهای پسنداز و سرمایه گذاری به طور اختصاصی آشنا بشید، میتونید رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی
اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی رو تو سایت ما سر بزنید و مشترک بشید، pulseoffinancialmarkets.com که هم به فارسی نوشتیم اشتراک رادیو، هم به انگلیسی ساین اپ. میتونید بعد که ثبت نامتون تموم، رجستریشنتون تموم شد، یوزرنیم و پسورد بهتون میدن. هر روزه میتونید این برنامه ها رو گوش کنید و در ضمن به آرشیو کامل رادیو در 6-7 سال گذشته هم دسترسی داشته باشید. این یک. دوم، برای دوستانی که مایل هستند درآمد داشته باشند، قبلا اشاره کرده بودیم 3 کمپانی بودند از میان هزاران کمپانی. خیلی هاشون به درد نمیخورن، نباید بهشون نزدیک شد، ولی چند تا کمپانی هستن که اینها گفتیم 19% دیویدند میدادن به خاطر هجومی که بهشون شده، قیمتشون رفته بالا، الان دیویدندشون رسیده به 14%. چون هر چقدر قیمت بالاتر بره درصد دیویدند میاد پایین‌تر و این یه سرمایه‌گذاری 100% مطمئن نیست. در آمریکا هم هست که سالی 14% دیویدند بهتون میده، انگار که پولتون رو گذاشتید بانک و 14% روش بهره میگیرید و حداقل تا آخر سال 2014 رو این برنامه میشه حساب کرد، چون تا اون وقت دولت تضمین کرده بانک مرکزی که اینترست ریتو بالا نمیبره. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه سالهای بعدم میشه ازش استفاده کرد، ولی حداقل تا آخر سال 2014 میشه اگر کسی الان دست به این کار بزنه سالانه 14% دیویدند بگیره. مورد دیگری که میتونید ازش استفاده کنید پورتفولیوی 600 میلیون دلاری ماست که یکی از بهترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری است که با مبلغ مختصری سرمایه‌گذاری، به شرطی که آمادگی صبر کردن تا 31 دسامبر سال 2040 رو داشته باشید، اون را قاطعانه 100% با محاسبات ریاضی به 600 میلیون دلار تبدیل خواهید کرد. زمینه دیگری که میشه ازش استفاده کرد، بانک هایی هستند که وارنت میفروشند که سرمایه گذاری تو اونها هم حداقل 200-300% و ماکسیموم تا 1100% میشه ازش سود گرفت. و بخش هایی هم هست مخصوص اسپکولیشن که هفته دیگه بیشتر سرش توضیح میدم، چون وقتمون تموم شده. بنابراین برای تماس با ما 310-407-5300 و تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. Thank you. It's still on. Yeah, I had to switch it from the final display. Okay. Thank you.